سلام، این ویدیو راجع به امراض ایرانی هاست و مرض های اجتماعی و فکری که خیلی همون داریم، خود من هم یکیشون. بعد راجع به این مبحث متصل میشه به این اشخاصی که هنوز هم دنبال اینن که حکومت شاه رو دوباره بیارن سر کار و اون سیستم های قلابی رو دوباره جایگزین کنن. و بعد یه سریش هم مربوط میشه به خیلی مردم، خیلی ایرانی ها که عاشق آدم های پولدار و اغنیا و اینا هستن، یا عاشق اشخاص که درجات بسیار مذهبی دارن و یا علم های عجیب غریب بلدن، یا گذشتگان خودشون، یعنی مرده پرستی. خب بعضی از این مبحث هم متصل میشه به اینا که ایرانی هایی که خیلی در تاریخ همش در گذشتگان چه غلطی اونا کردن و چقدر سنگ ها رو روی سنگ ها گذاشتن و بعد اینجوری بزرگ شد و بعد شد برج بابل و اینجوری ها. بعد چند تا هم نمونه از زندگی خودم و که این یه چیز منحط و باعث جلوگیری از زندگی شخصی است که انسان بتونه از اون نعمتی که خدا امروز داره بهت میده از اون بهره‌مند بشی. چون که اگر همش در گذشته باشی یا دنبالی در اشخاص خاصی بگردی، اینا محروم میکنه خودتو از اینکه نعمت خدا رو که برای تو هست، برای زندگی خودت و برای امروز، بعد اونو بتونی دریافت بکنی. چون همش چشید به دست یکی دیگه است. حضرت آقا گفتن که آنها که در گذشتن، در گذشتن یعنی مردن، اونا هم مثل مرده ها میمونن. بعد اونایی هم که نگران آینده، همش نگرانه، چشش این وره اون وره که این چطور شد، منم میتونم مثل اون بشم. یکی از این امراضی که ما همه ایرانی ها داریم، خیلی از خارجی هم دارن، آمریکایی هم اینجور، اینی که فکر میکنن که مثلا اگر یه روزی من مثل آینشتین بودم و این همه هوش داشتم و این همه ذکاوت داشتم و اینجوری ها بودم و اینجوری ها بودم و خب دنیا اصلا یه جوری دیگه ای میشد و اینا. بعد در صورت که اصلا اینجور نیست. خیلی اشخاصی هستن که خیلی هم باهوش هم مثل من، ولی با اون صورت ثروتی نمیدونم چیزی دارن، کس و کاری هم با اون شکل هم که بگی که مثلا میخوام واسش قبطه بخورم که مثلا چی بشه اینا. این هم یه نعمتیه، بعضی مردم دارن، بعضی هم کمتر دارن، ولی خدا هیچ کسی رو بدون هنر و بدون استعداد خلق نکرده. اگر مثلا یکی خیلی از لحاظ ریاضی فوق العاده باهوش و نمیدونم اینجوری باشه، معمولا در جای جنبه های دیگه زندگی یه چیزایی کمه اونا. مثلا در جنبه های هنری، موسیقی، یا در جنبه های عاطفی، در جنبه های حتی مالی، اینا میبینی که به اون شکل اصلا چیزی بارش نیست. خود این اینشتین چندان علاوز مالی اینا چیزی نبود. این یه شغلی داشت در جوانی توی اداره اختراعات کار میکرد که یه چیزی اختراع کردن میدونن ثبت کردن. اونم تازه شغل برجسته هم نبود، شغل مثلا درجه سوم اینا بود. اینا اوراق رو میخوند و وقت زیادی هم داشت، میتونست مثلا به کارهای دیگهش برسه یا مکاشفات علمی خودش انجام بده. معمولا خیلی ها که دانشمندان بزرگ
معمولا اشخاص مذهبی هستن، اعتقادات زیادی به خدا و اینجور چیزا، بعد همیشه یه اوقات خیلی زیادی دارن که میتونن صرف این اون بکنن. مثلا این اویس قرن چوپان بوده، خدا حضرت محمد هم چوپانی میکرد یه مدتی در جوانی، بعدا تجارت، ولی خب تجارت هم که با کاروانا میرفتن خیلی اوقات بیکار بودن و میتونستن تفکر کنن و اینا. انیشتن هم که اونجور، بعد حضرت آقا در جوانی یا در سنهای بعدی چیز بودن، توی بازار محافظ بود، شبا که کسی نه چیزی بر نداره یا اذیت نکنه، اینجور چیزا. اوقات خیلی زیادی برای تفکر و مکاشفه داشتن اینجوری. بعد وقتی که آدم وقت و انرژی خودش میذاره که به جای اون که خودش زندگی کنه، برای خودش فکر کنه، برای خودش مکاشفه کنه، زندگی خودش رو کشف کنه، اون برکتی که خدا برای خودش قرار داده به دستش بیاد، به جای اینکه این کارو بکنه، مثلا همش توی فکری که اگر من مثل فردین بودم و چی میشد، چه زنهایی دنبال من میمدن، و این انرژی هایی که در درونت هست اونا باید صرف یک کار دیگه ای بشه، همش خرج این میشه که دنبال این مرتکه بیفتی که این چی کرد و چی گفت و اگر من مثل اون بودم. و خیلی هم هستن که این قهرمان های سینما رو پرستش میکنن، بعد هیچی. خیلی هم هستن هنوز ایرانی ها خیلی این شاه رو پرستش میکنن، بعد که حالا با این همه تفاصیل و این همه گنت هایی که تو ایران به وجود آورد و این همه مردم که لطپا شدن و کشته شدن و انداختنش بیرون، الان هنوز هم دنبال این پسرش هستن که ببینن این چه غلطی کرد و چه داستان هایی گفت و چی فکر میکنه. حتی روزنامه ها چی گفت دیروز پیروز اینا. بعد من سال 78 یا 79 بود، مطمئن نیستم، دولت ایران افتاده بود، رفتم ایران. بعد این برادرم که اصلا فرار کرده بود از خونه، رفته بود پاسدار شده بود، نمیدونم چی شده بود. بعد این پدرم که سالها برای ارتش کار میکرد، از شاه حمایت میکرد، و مرتب میرفتیم با پدرم تو خیابان قدم میزدیم، میرفت مرتب این روزنامه آیندگان رو میخرید، بعد میام با چه تعاریفی و اینا میخوند و بعد یه چیزایی میگفت و حالا ببینیم چیکار کنیم و اینا رو. خلاصا منم میدونم که این سیستم اصلا دیگه مرده، رفته، هیچی از تار و پودش اصلا دیگه باقی نیست. واسه چیزی هم نمیشه به پدرم گفت، چون پیرمرد بود و اینا. بعد این برادرام اینا خیلی اینو دوست داشتن، اینم از خودش جسمانی اصلا نگهداری نمی کرد، اینا مرض قند داشت مثلن. بعد به تدریج بعد از که من ترک کردم 1987، این حالش به هم خورد و مرض قندش تبدیل شد به مرض قلب. بعد ساعتی که هم مرد تو بیمارستان. بعد این برادر کوچک من این خیلی شوکه شد که این چرا اینجور شد، و بعد عکس های اینو زده بود تو خونه و حدود یکی دو سال عزاداری میکرد. مثلا اون برادر دیگه هم آقای علیرضا یه روز اومد، مادرم خیلی خسته شده بود از این داستان ها، چون مادرم بعد یکی دو سال رفته و شوهر کرده یه شوهر دیگه. خلاصه این داستان ها تو خونه ما برقرار، عکس ها و نوسترایی. و بعد این برادر دیگه هم شکایت ها رو از مادرم میشنید. یه روزی اومد خونه، اولا یه چک محکمی، بعد خیلی از عکس ها و یادگاری ها رو همه رو گرفت
ریخت تو سل آشغال و بری سر کار دوباره، چون مرده پرستی هم یه حدی داره. بعد خیلی از این ایرانیان زمان شاد داشتن جشن میگرفتن، یا شاه بهشون توصیه کرده چون میخواست خوشگذرانی کنه و پولای مردم بدبخت و خرج قمار و توسط خواهرش، بعد و جشن بگیرن و حال کنن خلاصه. بعد این جشن های 2500 ساله رو درست کردن. ما هم اون زمان پدرم توی پادگان خونه های سازمانی داشتیم، اون وقت من مرتب میومدم میدیدم این چیزا رو درست کرده بودن اونجا، همش از کاردبورد بود، مثل از این مقواس چیه، بعد روش عکس ها رو چسبونده بودن، عکس های مثلا هخامنشیان و ساسانیان، و بعد که بعد از دوره اسلام که 2300 سالش عربا بودن، برای اون عکسی نذاشته بودن چون مطابق سیستم اینا نبود که مثلا ما چیزی پهلویم دیگه، آریانی هستیم و فلانی هستیم. و بعد 2300 سال که گذشت دیگه فارس نبود سر حکومت، بیشتر دوره غزنویان بود، خیلی مدت تا سلجوقیان شدن و بعد خوارزمشاهیان بودن و اینا همه ترک بودن دیگه، قبایل ترک بودن. و همینجور اومد شد صفویه و بعد صفویه هم شد قاجاریه و بعد سردرکارش همیشه صفویه ها خیلی فرهنگ و حکومت ایران بودن، بیشتر ایرانی، ولی خیلی از سردرکاران اولیه این حکومت ها همه ترک بودن دیگه، از اونا هم یه چیزایی زده بودن و اینا، تا برسید به پهلوی ها که اینا ادعای فارس بودن داشتن. بعد یه مقدار خیلی زیادی هم پول خرج این داستان ها شد و که این چه چیز باشکوه و ارزشمندی. و بعدش یه چند سالش همه از اون گذشت، من سنم بود اون موقع 14 سال، خلاصه رسیدم به 18 سال دیگه نارامی ها تو ایران داشت شروع می شد. بعد که من اومده اینجا درست یه سال بعد اصلا حکومتشون افتاد اینا. واسه سالها بعد من تاکسی کار میکردم توی لگونا بیچ، اینجا یه شهر عیان نشینه، شهر ساحلی، و میدیدم این مثلا این شاهی ها میمدن، چون اینجا چیز داره دولت آمریکا یه چیز هست بهش میگن لابی، یعنی به طور قانونی پول یا رشوه میدی به این قانونگذاراشون توی مجلسشون یا به خود رئیس جمهورشون، مثلا گروهک هایی که اینجوری هستن، صهیونیستی هستن و ارمنی هستن و فالانژیستی و اینا، پول میدن به این نوع سیاست مدارا. بعد اینا هم بعدا مثلا اختشاش درست میکنند مثلا تو فلسطین یا تو ارمنستان، یا اینا هم مثلا شایعه هم که اومدادن پول میدادن به اونا که مثلا ببینیم یه روزی مثلا میتونیم اینا رو، حکومت ایران رو براندازیم، بعد یه کارایی بکنیم اینا خلاصه. یعنی بعد من داشتم با یکی از اینا صحبت میکردم، یه زن خیلی خوشگل و جوونی بود، بعد گفتش که من یه پولی اینجوری ها کلونی بود به دلار، همینجوری مثلا نمیدونم 100,000 دلار بود برده بود داده بود به خانواده بوش. بعد این تاکسی که میبرده همینجوری میبودم، این خانواده های بوش و دار دسته اونا هم میومدن دیگه، هتل عیان نشین چی بود اسمش، هتل حالا بهت میگم. بعد گفتم به این زنه که من فکر نمی کنم این شاه و دار دسته دوباره بیان سر جا، شما چرا خانوادت این پولو یا خرج خودتون بکنید، یا اگر خیلی دلت سوخته خرج مثلا یه سازمان غیر انتفاعی مردم کمک خیریه اینجوری، یا
بالاخره نتیجهش بهتره، 4 نفر از این یه چیزی بهشون میرسه، نظرشون شاید بهتر بشه نسبت به تو. بعد که این داستان رو داشتیم با هم تعریف میکردیم، دیدم این زنه خودشم شک داشت، خودشم میگفت حالا مثل که این حرف درسته، این پولا رو شاید بهتر بود نمیدادم به این خانواده بوش، که خب که چی آخه حالا بشه یا نشه. به نظر من این بازماندگان این خانواده شاه اینا اگر یه ثروت‌های چیزای آوردن از ایران و اینا دیگه خرج این داستان‌های سیاسی نکنن، چون احتمالی که اینا بیان سر کار خیلی کمه، خیلی مردم از اینا بدشون میاد و بهتر اونه که این پول یه جور دیگه مصرف بشه، یا حالت‌های خیریه داشته باشه، یا برای خانواده خودشون، خانواده بزرگی هستن اینا میتونن سرمایه گذاری کنن، ساختمون سازی، 4 نفر هم برای اینا کار میکنن و از اونا هم بهره‌مند میشن اینجوری ها. ولی خب این داستان در جریان همین برنامه بود راجع به مرده پرستی و در گذشته بودن. این خودش یه مرضیه که خیلی از ایرانی ها مبتلا هستن بهش. و یه مرض دیگه هم که خیلی ایرانی ها دارن این که این آدم های پولدار رو پرستش میکنن. این هم خیلی کشور هم اینجوری هستن که فکر میکنن که یه داستانی هست، این شخص چطور اینجور پولدار رو پارو کرد و اینا، حتما یه جنبه روحانی مذهبی خیلی معتبر خواسته. سالها من خودم نمیتونستم زن پیدا کنم، چون همه زنهایی که تو این جا هستن اینجور فکر کنن یه آدم اینجوری ها پیدا کنیم، بنزه اینجوری ها باشه. خواسته من با یه قاچاقچی دوست بودم، اون کاسبی که میکردم و مثلا ویدیو میفروختم و اینا، این قاچاقچیه قاچاق موادم میکرد دیگه، ولی خب چیزم خرج پول خرید و فروش رو میداد، یه چیزی هم برمیداشت. بعد همینجور که این سال ها میزه من دنبال زن میگشتم و همه زن ها هی منم پرتاب میکردم اون طرف، این قاچاقچیه یه پول خیلی کلانی از قاچاق ساخت و رفت ایران. خودش هم تبریزی بود، اونجا یه زنی گرفت اومد و چیز اینجوری ها اونجوری ها، خلاصه ما شنیدیم اونو. بعد دفعه بعد رفت، من توی خواب دیدم که این قاچاقچیه رو دولت ایران گرفته میخواد به دارش بزنه. بعد قاچاقچیه اومد توی لس آنجلس، من بهش گفتم که ببین من توی خواب دیدم که در فلان سالی ماهی دارن دولت ایران میگیره به دارت میگیره. گفت حرفشو نزن اینا، حالا یه چیزایی شد دیگه، یه پولایی دادیم دیگه. خیلی از این پولا و اینجور شخصیت های بزرگ تاریخی داستانش همون داستان این قاچاقچیه است. ولی خب مولا علی گفتش که خیلی پولایی هست کوچیک، این پول هزار جا میره، هزار جا منفعت از این پول در میاد. خیلی پولا هم از پولای بزرگیه، مثل این پولایی که این زنه داد به خانواده بوش، یا این پولی که این قاچاقچیه رفت به دولت ایران که نگیرن بکشنش. خیلی از این پولا هم هست که به هیچ جا نمیرسه و پول هیچ نوع محکی نیست. به هر حال دوی خانواده داشتم راجع به این داستان ها فکر میکردم، یه دفعه اول خانواده این آیه اومد که نمیدونم حضرت یوسف بود، حضرت داوود بود، که اومد توی مصر میگشت، بعد به یه جا رسید که دید یه زن پادشاهی این خورشید رو پرستش میکنه، یه مظهری از خدا رو پرستش میکنه. بعد بقیه آیه هم گفت که گرچه ممکنه یه چیزی
یه کسی مثل خورشید باشه، یه مرده‌ای در گذشته یه کارهایی کرده، یا یه پولایی یه جایی جمع شده یا اینجوری ها، ولی این مظهر هستیه، یعنی هستی نیست، خدا نیست، این شایسته پرستش نیست. در حال خیلی ممنون که توی یوتیوب چنل من هستید و فیسبوک. خواهش بگم که کامنت یا نظر خودتم خواستی بنویس و سابسکرایب کن. قربان شما، خداحافظ.